امشب در وین پایتخت هنر دنیا صحبت بخارا و بلخ و نیشابور و قونیه در میان است. مخلص پاریزی میخواهم خارخاری که سالهاست در سینه دارم آشکار کنم. مردم همزبان ما افغانان مولانا را هم شهری خود می دانند و حق هم دارند. میگر نه آن است که او زاده بلخ است و امواج پرصدای منارهای مساجد بلخ و تنین عبادت شبانه بتخانه های آنجا گوش دل او را نوازش داده است. ما ایرانیان فارسی زبان نیز مولانا را از خود و از فارسی زبانان می دانیم که زبان او زبان دل ماست و همان سخنی را می گوید که سعدی و حافظ گفتند. و چه کسی بهتر از ما امروز به زبان مولانا آشنایی دارد و چه کسی بهتر از ما مثنوی را می خواند و می فهمد. مردم تاجیکستان و ساکنان ازبکستان نیز همانند ما با او هم پیمانانند که گاه گاهی جان او عزم بخارا کرده است و همیشه از سمرقند چقند یاد می کند و به هر حال مسلم است که پیراهن مولانای ما نیز روزی در آفتاب ترمز و بخارا خشک شده است. پس دلیلی ندارد که تجلیل از آن عاشق صادق در شهر عشق‌آباد نیز به عنوان یک همولایتی صورت نگیرد. ساکنان ولایت دیار روم قدیم و بیزانس لاحق به ترکیه امروز هم جای خود دارد که مولوی را هم ولایتی خود بدانه، زیرا اولا مولانا قسمت عمده عمر خود را در ولایت آنها طی کرده و زمن از مردم اون گونیه گرفته که گفتند اهل کجایی، جواب شنیدند هنوز زن نگرفتند. و بالاخره مهمتر از همان که این گوهر تابناک اکنون در زیر خاک‌های قونیه آرمیده است. اما حقیقتی که می‌خواستم در این مجلس با روح که به همت دوستان هنرمند ایرانی اردوان طاهری و دیگران فراهم آمده و مردم هنرشناس وین در آن شرکت دارند، ایرانیان دور مونده از ایران و در واقع نیهای بریده از اصل خیش که مولانا در صفحه اول مثنوی خود از آنان یاد می کند و هم نوای آنان است، اینک آن هموطنان هنردوست مجلس مولانا را گرم دارند. من دلم می خواست خود در آن مجلس باشم و حرف خود را در حضور آن دوستان بزنم، اما پیریست و ناتوانی به زمستان است و دل سرد. و مرحوم ایرج میرزا هم فرموده بود گر از سرچشمه تا سر تخت باشد، سفر با پای پیری سخت باشد. بدین سبب از همین راه دور سلام خود را تقدیم می کنم و عرض می کنم که شوخی روزگار است که آن هم ولایتی های بلخ و بخارا همان ها هستند که پدر مولانا و طفل تازه سال او را از ولایت بیرون کردند و این نکته را 40 سال پیش من در کوچه هفیش به زبان آوردم. آری او را از ولایت بیرون کردند و راه غرب را نشانش دادند و او فرزندان نگران افق خونین غرب های براه نهادند
و با هزار آرزو و بیم راهی غرب شدند. در نیشابور عارف همزبان آنها عطار از دکان عطاری در آمد و آنون را شبی به خانه خود برد، اما او که امکان پذیرایی از یک خانواده خسته و درمانده نداشت، پس فردای اون روز بعد از کمال الجود بذل الموجود، یعنی تقدیم یک رساله تعریفی خود به طفل اون خانواده که مولانای بعدی باشد، در واقع به قول ما کرمانی ها کفش آنان را جفت کرد و راه خانه خدا را منها نشون داد. بلابود وقتی از او پرسیدند که تا بغداد مکه و مدینه چقدر راه است، او در جواب آنها مثل بلوچ ها که در بیابان راه را نشان می دهند، لابود جواب داده است که روی تا رسی. او هم دعای سفر در گوشش خوند، راه خرب را نشانش داد. مکه و مدینه هم که جای موندن نیست، جای زیارت است. اهالی دمشق و خونیه البته به گردن مولانا حق دارند که پای کوبی ها و دست افشانی های مولانا در دیار آنهاست، اما اونجا هم جای آسایش مولانا نیست. میگر خود نگفته است هر زمان خواهم که آهی برزنم، چون علی سر را فراچاهی کنم. سرزمینی که آدم برای شکایت دل خود باز مثل نی ناچار است سر را در چاه فرو کند و راز دل بگوید، چگونه جاییست؟ پس همه ما که امروز مولانا را از خود می دانیم، در واقع مولوی 700 سال پیش را از خود می رانیم. مولانا زاده عرفان شرق و مجسمه بودای بلخ است. او پرورش یافته مکتب و فرهنگ اسلامی است. او گویا به زبان فردوسی و رودکی و آداب و رسوم ایرانی است. او مالیات خود را به پول ترکان اناتولی به دولت می دهد و خوشه انگور و استافیل را به قول خودش از بازار بقایای رومیان و یونانیان می خرد. او چراغ دیوژن یونانی را به دست گرفته در دیار رومیانی که جای خود را به ترکان سپرده اند طالب حقیقت به جویای راه است و طریقت می طلبد. نماز خود را به عربی می خواند و شعر خود را به فارسی می گوید، اما هیچ کدام از این صاحب زمانها بر او حقی ندارد. همانطور که نیچه در حق افلاطون فرموده است که افلاطون فرشته است که از آسمانها به زمین آمده و دیگر با آسمان نرفته است، من نیز در حق مولانا عرض می کنم که مولانا فرشته است که از آسمان به زمین آمده، در زمین افغان ها و ایرانی ها و رومی ها و ترک ها بالو او را بریدند، پس دیگر راه بازگشت به آسمان نیافته و به پای خود در خاکدان خونیی به خاک رفته است. مکانم لا مکان باشد، نشانم بی نشان باشد، نه تن باشد نه جان باشد، که من از جان جانان، نه از هندم نه از چینم، نه از بلغار و سقسینم، نه از ملک عراقین، نه از خاک خراسان، نه شرقیم نه غربیم، نه بحریم نه بریم، نه ارکان طبیعیم، نه از افلاک گردان. بسیار.